طرح احیای 550 هزار هکتار از اراضی و دشت‌های خوزستان و ایلام. 500 هزار هکتارش در استان خوزستان و 50 هزار هکتارش در استان ایلامه. و اما اهدافی که این طرح دنبال می‌کنه برای کشاورزان مهم و حیاتی است. یکی از اهداف اصلی طرح افزایش راندمان‌های آبیاری است. یک پارچه سازی و اندسه‌سازی اراضی و در واقع تصدیق کردن تو این اراضی باعث میشه که سطح مناسبتری داشته باشیم. کاری که داریم انجام میدیم کار زهکشی زیرزمینیه. روزانه ما حداقل 1000 متر داریم کار انجام میدیم. آب، گرمای آفتاب و 1,300,000 هکتار خاک حاصلخیز در کارند تا کشاورزان این استان نانی بخورند. جلوی کوچ بچه‌های ما و خودمون از روستا به شهر گرفتن. برداشت گندمامون هم قبلا تو هکتاری نزدیک 1 تن بود، کمتر، ولی حالا خدا رو شکر هکتاری 4 تا 5 تن گندم برداشت میکنیم. فاز اول که 350 هزار هکتاره تا به امروز پیشرفت خوبی داشته، اما تامین نشدن آب 70 هزار هکتار از آن برخی کشاورزان رو گله‌مند کرده. قرارشون با ما 8 ماه، حالا 1.5 سال و هنوز تکمیل نشده. نخل کاشتیم، تابستون آب میخواییم، درخت کاشتیم، همه چی کاشتیم. باید وزارت نیرو مجوزش رو انشالله صادر بکنه و برای تأمین منابع، تکلیف تأمین منابع مالیش هم روشن بشه که انشالله ظرف این 1-2 سال بتونیم این 70,000 هکتار رو به اتمام برسونیم. فازی که طبق نظر کارشناسان 73% پیشرفت داشته است، با تأمین منابع آبی خیلی تا محقق شدن نتیجه نهایی راهی ندارد. انشالله با توجه به پیگیری که مسئولین و استان داشتن تا پایان سال 96 ما فاز اول رو تمام کنیم. با وجود 70 کارگاه، بیش از 3,000 دستگاه و ماشینالات کشاورزی و 150,000 نیروی انسانی، طرح 550,000 هکتاری تا کنون 41% پیشرفت داشته. بزرگترین طرح کشاورزی تاریخ ایران اگر به صورت کامل مورد بهره برداری قرار بگیره، دست کم 300,000 فرصت شغلی در استان ایجاد میکنه و مجموع برداشت محصولات کشاورزی تا 24 میلیون تن افزایش پیدا